جز این قدر نتوان گفت در جمال تو ای عزیز من که مهربانی از آن طبع و خون می آید چه عاشق است که فریاد به قول حافظ ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. این امید رو که خدا برای ما مقرر کرده از لطف و مرحبتیست که داره. شادمانی امروز رو و زنده شدن امید رو تبریک میگم به همه امیدواران انشاءالله، که انشاءالله خداوند ما رو هم جز همونها حساب کن. در قرآن البته کتاب تاریخ طبیعی نیست، زید شناسی نیست، جغرافی یا کشاورزی نیست، کتابیست برای پرورش انسان ها. همون درخت کوچک که نهالی که اونجا هست ما پرورشش میدیم بزرگ میشه. خداوند هم نسل بشر رو آفریده است به منزله یک وجود، اینها رو پرورش که میخواد بده لایق دربار خودش قرار بکنه. در این کتاب مقدس راجع به خلقت انسان چند جا بحث کردن، البته نه این که برای همه قابل استفاده نیست، نه زید شناس میتونه یک استفاده بکنه از این داستان. عرض کنم انسان شناس، جامعه شناس، هر شناسی میتونه در مسیر شناخت خودش بهره ببره. قرآن این قصه که میگه، چه این قصه چه قصه های دیگه، به عکس لالایی ها و قصه هاییست که خود بشر به کودک میره در موقع این که بخوابه. خدا این داستان‌ها رو برای ما میگه که بیدار بشیم. بیدار بشیم یعنی از گوشه و کنار این داستان
استنباط کنیم و وظیفه خودمون رو و مسیر خودمون رو تشخیص بدیم در این چیز. خداوند بعد از اون که بیان میکنه در این قصه که به واسطه یک خطایی که از نظر ما کوچکه ولی در مقام بندگی کوچکترین خطا بزرگ حساب میشه و بزرگترین خطا هم کوچک حساب میشه با یک فوت حذف بشه، با یک استغفر الله از ته دل حذف بشه. در اینجا خوب ممکنه این قسمت از داستان که مجازات کرد خدا آدم رو، آدم به منزله مظهر انسان هاست، یعنی آدم ها رو، یعنی جامعه آدم رو مجازات کرد و یک مرتبه از اون مسیر و عالم و جایگاه بسیار آرام و راحت فرستاد به اینجا. ممکنه خیلی ما مایوس بشیم، ممکنه خیلی ناراحت بشیم. باز لطف خداوند اینجا گل کرد، خودش یاد داد به همون خطاکاری که مجازاتش کرده بود که چه کار کن و چه بگو. فتلقا آدم و من ربهی کلماتن، آدم از جانب خدا این معانی رو درک کرد. کلمه منظور حرف نیست، کلمه مطلب بیانه، کما این که در مورد عیسی علیه السلام میفرماد کلمت الله، میگه کلمه خدا. کلماتی تلقی کرد آدم از خداوند، وقتی این کار کرد یعنی وقتی خداوند این کار رو هلش داد که این کار بکنه، خداوند توبهشو بخشید، توبهشو قبول کرد و گناهشو بخشید و بهش وعده داد که باز میرسی به من. اینجا آدم علیه السلام همون حرفی رو گفت که ابراهیم علیه السلام بعدها فرزندش گفت. که خداوند به ابراهیم گفت که و جاهل کفل ارثه امامانی هم چیزی امام ابراهیم عرض کرد به من ذریتی، ذریه من چی؟ تکلیفش چیه؟ عظمت ابراهیم در این چیز هاست که چنان مهمی شد ولی مهدالک در همون عالم اونهایی رو که خداوند بهش سپرده بودن یادش رو میرفت. ذریه من چی؟ آدم هم حالا نگفته در قرآن، ولی چه گفته باشه آدم و چه نگفته باشه، خداوند ذریه آدم رو هم مشمول این فرمایشات کرد. فرمود درسته در اینجا در این کره ارض به زحمت زندگی خواهید کرد، ولی من هدایت خودم رو میفرستم برای شما. و من اتبع هدایا، کسی که پیروی کنه از اون هدایت من برمیگرده به سوی من، میاد به سوی من همون وضعی که تو داشتی بلکه بهتر از گذشتت خواهی داشت. این هدایت معلوم است که
غیر از خود آدم، خود آدم رو که خداوند توبهش رو بخشید، توبهش رو قبول کرد، گناهش رو بخشید و گفت میارم ات خواهم آمد. این من تبهدای برای نسل آدم بود، برای ذریه آدم جواب این سؤالی بود که احیانا آدم ممکنه انجام داده باشه و بگه و من ذریتی. این هدایت هست، منتها بشر همون جوری که آدم علیه السلام پدر همه ما مراحلی طی کرد، ما هم در زندگی مراحلی از وسوسه شیطان مقاومت در مقابل وسوسه میکنیم، بعد خدای نکرده شکست میخوریم، بعد اگه توبه کردیم بر قبول میکنه، همه این مراحل رو ماها طی میبینیم. در بشر مثل این که خیلی چه افراد بشر چه جامعه بشری به یک مرحله رسیدن که به واسطه خطاهای خودشون یا به واسطه چیزهایی که دیده بودن در عالم ناراحت شده و ممکن بود مأیوس شود. چندین واقعه اتفاق افتاد در تایدنی همچنین که بعد از یأس اینها خداوند مجربشون داد. یکی مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی گشون رو گشون نه بنی اسرائیل رو رسون به دم دروازه اون جایی که خدا بهشون بخشیده بود و گفت اینجا شما خودتون برید توکل بر خدا، من مأمورم که من نباید بیام، من خداوند احضار کرده من و خواهم رفت. و اینجا یه حالتی به بنی اسرائیل دست داد، عادت کرده بودن به رهبری قاطع و الهی موسی علیه السلام، حالا باید خودشون برن. موسی از جانب الهی نگذاشت مجلس بشن، گفت این یوشع ابن نون از طرف من که به عنوان به فرمان خدا مأمور است که شما رو هدایت کنه، یعنی اون رشته و من اتبع خدایی که خدا به آدم فرمود قطع نشد، اون رشته تا حالا به دست من بود، یعنی موسی فرمود به دست من بود، حالا به دست یوشع وقت صلاح آجا. همینجور زمان عیسی علیه السلام، زمان عیسی صریحاً عیسی خود 12 حواری بیشتر نداشت، حواریونش خب اینها اگه برن 12 نفر چیز نیست از بین میرن، باز هم نگران شدن بخصوص حواریون. عیسی به دستور خداوند معین کرد، فرمود این شمعون پتروس مثل من، بعد از من جانشین منه، در اناجیل گفته. تا پیغمبر با ظاهر شد، پیغمبر با اعراب که تحت رهبری و تربیت پیغمبر بودند، اعراب به طور کلی اطلاعات تاریخی به اینا نداشتن، خیلی کم. اونها هم وقتی دیدن در جنگ احد فریاد بلند شد که محمد کشته شد ناراحت شدن. البته دو نفر
دو نفر فهمیدند، گفت یا چه کنم، به جنگشون ادامه دادن در دفاع از محمد. یکی علی علیه السلام که ابو دجانه که او شهید شد، علی موند. بعد این آیه نازل شد، خداوند گفت که نه ترسید، محمد رفت، محمد هم مثل یکی از پدران شماست. ما کان محمد هم چه ابا احد انکم احمد منکم ولیکن رسول الله. من این لو مات او قتل انقلبتم لو اقامكم فمن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا. هيا اگر محمد مرد شما برمیگردید به همون وضع قبلی. البته سؤال است چه ادبی است، میگن سؤال سنی جواب در خودش هست، یعنی نه برمیگردید، من رهاتون نمی کنم. لطف الهی زمان و مکانی نداره که قطع بشه و بسه بشه و یک زن دائم است. بعد محمد که جانشین تعیین کرد، علی علیه السلام و جانشینان او این امیدواری و این قاطعیت در شیعیان در مسلمین پیدا شد که نه تموم نمیشه. ما کان محمدن الا رسول الله. ولی این وسوسه شیطانی که ما ازش بناه میبریم به خدا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، اون کسی که یا قد قدرت نداره یا خدا مقرر کرده که در دل ما وسوسه میکنه، یعنی اعتقادات ما را و چیزهای ما را مخدوش میکنه، خراب میکنه، از بین نمیبره، خراب میکنه. در حالت متزلزل هستیم. این مسلمین همه بخصوص شیعیان در این ناراحتی و وسواس بودن که امام حسن عسکری فرزند نداره. از طرفی رو اون وعده ای که خداوند به حضرت ابراهیم داد که این عهد و این ولایت رو در نسل تو میگذارم و همه میدونستن روی فرمایش پیغمبر، همه شیعیان، که فرزند امام حسن جانشین خواهد بود، ولی دیدن در صورت مردم می دیدن امام حسن یه مدتی خوب واقعا فرزند نداشت، بعد دیدن که مخفیانه حضرت نه پروندی داشتن، باز هم مردم خیال میکنه فرزند نداره. این نگرانی در شیعیان پیدا شد که در تواریخ نوشتن این نگرانی رو. و خیلی ها البته از این نگرانی سوء استفاده کردند، ولی خداوند اونها جدا را از بین برد. اون وسط کلمت الله هی الاولیا، کلمه خدا بالاتر از همه در قرار داره.
به این جهت تولد مولودی برای امام حسن عسکری یه امیدواری به شیعه داد. یعنی اون تزلزل و اون ناراحتی که در قلوبشون بود اونایی که خبر شدن محو شد. به این جهت این تولد موقعیت خاصی داره، مهمتر از مولودهای قبلی. یعنی در میلاد همه ائمه، البته ما به عنوان مولودی تبریک میگیم به امام، ولی به عنوان فرزند امام تبریک میگیم. فرض بفرمایید که مثلا به حضرت سجاد خداوند فرزندی میده، اون وقتی که به دنیا میاد این یه مولود تازه است، مثل همه نوزادهای بشر مولودی اهمیت خاصی در چیز نداره، در جامعه نداره. ما به لحاظ این که میدونیم بعداً این خواهد شد، محمد الباقر امام ما خواهد شد، بهش تبریک میگیم، بخوام خود او هم بچید. ولی در امام فرزند امام حسن ما نمیدونیم، نمیدونستیم بعدن چه خواهد شد. و به علاوه مولود اما این فرزند خودش هم در جامعه اثر داشت، برای اینکه جامعه بعد از اون یأسی که پیدا کرده بودن نافه، امیدوار شدن که نخیر رشته برقرار است. مصطفی را وعده کرد الطاف حق که بمیری تو نمیرد این سبق. او مخ فهمیدن که این از که این مولود، این جشن تولد یه خاصیت بیشتری داره در چیز. بعد خب تاریخ رو بدونید، تا مدت ها مکتوم بود، کسی جز نزدیکان اطلاع نداشتند از این مولود فرزند امام حسن، تا به تدریج فهمیدند. و حتی بعدم هم که بعد از وفات حضرت عسکری که امامت به امام دوازدهم رسید، بعضی از نمایندگان حضرت عسکری که در خارج بودن آمدن، اماناتی داشتن که بدن. بعضی ها اشتباهن یا نیت خودشون رفتن پیش جعفر برادر امام حسن که ما چی اسمش گذاشتن جعفر کذاب، یعنی دروغگو. چون از امام حسن فرزندی نمیشناختند، گفتن فرزند امام، برادر امام حسن رفتن، ولی اون آثاری که باید ببینن ندیدن و پی امانت رو ندادن. به عکس آمدن اینجا پیش امام دوازدهم و امانت رو دادن، برای اینکه اون علاماتی که فرموده بودن در حضرت دیدند. این غیبت در اینجا در این فاصله یه حالت تزلزل، نگرانی و ناراحتی در شیعه بود. امام حسن رحلت فرموده است، نمیدونم به کی مراجعه کنم، اطلاعی ندارم از امام.
در این حالت تزلزل و چل بودن. منتها چون اونهایی که معتقد بودن که مصطفی را وعده کرد در توف حق که نمیری که بمیری تو نمیرد این طبق، منتظر یه ظهوری بودن، یه فرجهی که در دلشون ظاهر بشه و بش چیز کنن. این حالت انتظار و خداوند از اونها به منزله عبادت قبول کرد، یعنی یقین داشتند به این که امامت سر جایش هست، لطف خداوند از بین نمیره، ولی نمیدونستن مظهر این لطف رسانی کیه. در انتظار بودن که خود اون مظهر لطف رسانی دستشون بگیره. این حالت انتظار چون تکیه بر اعتقاد و ایمان ثابتی داشت، نزد خداوند محجور بود و خداوند همین موهبت و همین ثوابی که در انتظار اونها قرار داد ادامه داد. به این جهت است که ما اخباری داریم که خود انتظار یه ثوابی داره، یه وجه داره. انتظار رو ما هرگز در زندگی معمولیمون انتظار رو خوب نمیدونیم، ناراحت کننده میدونیم. جهتش اینه که انتظار یه چیزی که خودمون میدونیم، با کسی وعده کردیم که بیاد انتظارش میکشیم، میدونیم چیه، چرا نمیاد. ولی غیر از این انتظار ظهور است که نمیدونیم از چرا خواهد رسید، دلهامون چجوری روشن خواهد شد. این انتظار منتها این انتظار باید انتظار واقعی باشه. یعنی اگر شما مردم به خداوند میگه و هم بعدی ها بعدن گفتن علاقمند به این شخصی هستید که باید رهبری نظام شیعه رو باید گردن بگیره، به او معتقدید و به او علاقمندید، در زمان غیبت که منتظر او هستید باید خودتون آماده کنید که ازش پذیرایی کنید. یعنی چه؟ در زندگی عادی وقتی شما منتظر یه دوستی هستید، یه محبوبی هستید که بیاد، اتاق رو تمیز جارو میکنید، آب پاشی میکنید، لباس زیبا میپوشید، دم در وای میستید منتظر ظهورش، که تا آمد دیگه بر اتاق راه نماییش کنید. امام هم که ما منتظرش هستیم، اون ظهوری که در دل منتظرش هستیم، باید خانه دل رو آماده کنیم، تمیز کنیم، جارو کنیم برای ورودش. آیا شما اگر انتظار یه دوستی داشتید همه اتاق همینجور میگذارید پر گرد و خاک، جدا افتاده؟ نه، این انتظار غلطه، این انتظار گناه داره. یعنی وقتی اون مهمان آمد، مهمان آمد، نگاه میکنه میگه خجالت نمیکشی؟ میگه بیام اینجا منتظرم، حالا اومدم میبینم یک وجب گرد و خاک داره. تو راست میگی من دوست داری؟ راست میگی به من معتقدی؟ پس چرا اینجوری؟ این انتظار چیز نداره، عجب نداره. اون انتظار اجر داره که شما آماده کنید خانه رو
آماده کنیم برای ورود دلدار. چنین انتظاری همه ادیان دارند. دین موسی علیه السلام، دین عیسی، دین اسلام همه منتظر یک ظهوری هستند. حضرت این فرق نمیکنه کسی که ظاهر بشه، کسی که خداوند ظاهرش کنه، بهشون بهش این قدرت میده که هم مسلمین رو بشناسن، هم مسیح بشناسه، هم یهودیان بشناسن. یعنی مصداق، یک نفر مصداق همه این ها باشه. همه و اینجوره که فرمودن در ظهور حضرت همه ادیان یکی میشه. در واقع همه چیز، یعنی اون کسی که ظاهر میشه همه قبولش دارن. برای این جهت یه اصطلاحی دیدم که کار برده، این تاریخ تولد و امروز رو نمیشه شب قدر اهل بیت. البته اهل بیت خودشون خب مطمئن بودم که همچه وضعیتی هست، مطمئن بودم که رحمت الهی با اونها هست. ولی خب در اهل بیت هم چون بعضی ها دیده شده که مثل جعفر کذاب اینا، شاید بقیه نگران بودن که نکنه خداوند از اونها قطع امید کرده باشه. ولی بعد که این مولود به دنیا اومد با اون تاریخچه‌ای که خوندید، محتاج به تکرار نیست، همه امیدوار شدن. واقعا شب همون لیلت القدر که در یک شب همه چیز آمد، همین لیلت القدر. حال مهم انشاءالله انتظار واقعی داشته باشیم، یعنی نشون بدیم که منتظریم، منتظر ظهوریم. این که گفتن در خیلی اوقات اسلحه چیز میکنن آماده برای جنگ ظاهر کنن، یعنی ما منتظریم و آماده ایم. نه، ممکن اون حضر اصلا آقا شمشیر قدیم بوده، حالا شمشیر میبندن میان این صحیح شمشیر کار نمیکنه. شمشیر یعنی قدرت برندگی حضر. باید ما آماده بشیم دلهامون که هر چه حضرت بفرماید قبول کنیم. میگن به قول یکی از آقایان علما یادم میاد، بزرگان علما بود، از دوستان نزدیک با بودیم، میگفت من خب طبق معمول مثل اینکه سلام میکنن به دیگری، وقتی امام زمان رو میگم طبق معمول میگم عجل الله تعالی فرجه، ولی جرأت نمیکنم بگم، جرأت نمیکنم بعد از گفتنش فکر میکنم من از خدا میخوام که خدایا زودتر برسونش، اگر خداوند فرمود خیلی خوب اومد، من آمادم در خدمتش. نه، اگه اومد گفت مثلا این منزلی که تو داری در 200 سال پیش قصب کردند، مربوط به کی بود و اینا، باید پس بدی، من میگم نه آقا اشتباه میکنی. یعنی آماده بودم برای
این که در خدمت او باشیم این است که هر چه گفت با او باید. مثل اون آیه الهی باشیم که فرمود ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم انفسهم بان لهم الجنه. خداوند از مؤمنین جانشون رو و مالشون رو میخره. این دیگه هیچی وجودی نداره. خب امام که بخواد ظاهر بشه امر الهی رو این بیعت کردیم، ما به این چیزی نداریم دیگه، هر چه فرمود مال اونه. ما بیعت نکرده دعای عهد رو میخونیم بدون توجه. دعای عهد میگه، خطاب به امام میگه یا امام ما بیعتمون رو با تو تجدید کردیم. چه بیعتی؟ چرا همچه دروغ میگیم؟ ما کجا با اینایی که در رادیو تلویزیون میگن ما که بیعتی کردیم، ولو چیز کوچک انشاءالله خدا قبول میکنه، ولی اونهایی که بیعتی نکردن میگن تجدید بیعت. ما چه تجدید بیعت؟ بیعت یعنی جان و مالمون رو در راه خدا بدیم. امام رو هم که مظهر امر الهی میدونیم هر چه بگه انشاءالله خداوند حال به ما این حال رو بده و بعدم خودش امام رو ظاهر کنه. خدایا به ما حال رو بده و بعد امام رو ظاهر کنه. امام رو ظاهر نکن وقتی که خدای نکرده ما رو با شمشیرش از بین ببره. انشاءالله توفیق همه رو خواست دارم و مجددن تبریک میگم به همه. بسم الله الرحمن الرحیم. سبا وقت سحر بوئی زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بود در کار می آورد. خدای من آن شاخ صنوبر را ز باغ دیده برکندم، که هر گل که از غمش بشکفت محنت بار می آورد. خدای من فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن، هرم از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. ز بیم غارت چشمش دل پرخون رها کردم، ولی میریخت خون و ره بدان زبان یا خدای من. به قول مطرب و ساقی
برون رفتم گه و بیگه کزن راه گران قاصد خبر دشوار می آورد خدای من سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود ای خودم اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد افله چین ابروش اگرچه ناتوانم کرد به اشوه هم پیامی بسر بیمار می آورد عجب می داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه ولی من اش نمی کردم که صوفی وار می آورد نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد مطربان صبوحی دهیم جامع پاک بدین نوید که باد سحرگهی آورد بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان در این جهان ز برای دل رهی آورد خدای من همین رویم بشید از عنایت بخت زهی رفیق که بختم به همراهی آورد به جز خاطر ما کوش کین کلاه نمت بسا شکست که با افسر شاهی آمد چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ما چون یاد آرزان ماه خرگهی آمد رسانید رایت منصور بر فلک حافظ چه التجا به جناب شهنشهی آور خدای من یارم چو قدح به دست گیرد بازار بتان
شکست گیرم مولای من مولای من. هر کس که بدید چشم او گفت کو محتسبی که مست گیرد، کو محتسبی که مست گیرد. در بر فتاده ام چون ماهی تا اون یار مرا به شمس گیرد. خدای من تا یار مرا به شمس گیرد. ای خدا در پاش فتاده ام به زاری، آیا بودان که دست گیرد. مولای من مولای من، خرم دل آن که همچون حافظ، ای خدا جامی زمه علم اسکیره. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد، زهر در می دهم پندش ولی که در نمی گیرد. خدا را ای نصیحت گو، حدیث ساغر و می گو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. بیا ای ساقی گل رخ بیا بر باده رنگین، که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد. سراهی میکشم پنهان و مردم در اقرار و انکار بند، عجب گر آتش این زهر در دفتر نمیگیرد. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی بی، که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیره. ای خدا از آن رو هم یاران را صفاها با می لعل که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیره. سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او برگیر برگیر.
برو کن واعظ بی معنی مرا در سر نمیگیره. نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دلش بس تنگ میبینم، مگر ساغر نمیگیره. خدای من میان گریه میخندم که چون شمع در این مجلس زبان آتشی هم هست، لیکن در نمیگیره. چه خوش سید دلم کردی، بنازم چشم مستد را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیره. سخن در احتیاج ما با استغنای معشوق است، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیره. سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل که در دل بر نمیگیره. خدای من آن آینه را روزی به دست آورم، سکندر وش اگر میگیرد این آتش، زمانی بر نمیگیره. خدا را رحمی ای منعم، که درویش سر کویم دری دیگر نمیدانم، رهی دیگر نمیگیرم. بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم، که سر تا پای حافظ را چرا در زمر نمیگیره. تو را سریست که با ما فرو نمیاد، مرا دلی که صبوری از او نمیاد. کدام دیده بر روی تو باز شد، همه آن که آب دیده بر رویش فرو جز این قدر.